میخوام ببینیم پایتون رو سیستم نصبه یا نه. از کجا میفهمید پایتون رو سیستم نصبه؟ CMD رو بازم. چجوری CMD رو باز میکنم؟ ویندوز آر رو میگیرم، درسته؟ دکمه ویندوز بار. اینجا چی می‌نویسم؟ CMD. حالا چی می‌نویسیم محمد مهدی؟ اینو من یه دقیقه پراپرتیش رو عوض بکنم. اوکی. خب می‌نویسم چی؟ پایتون ورژن. درسته؟ دو تا منها ورژن. الان چه ورژن نصبه؟ 3.10.4. معنی چه 3.10.4؟ یعنی پایتون ها یه 2 خورده‌ای دارن، یه 3 خورده‌ای دارن. پایتون 2 خورده‌ای با 3 خورده‌ای کلن فرق میکنن. ما پایتونی که کار میکنیم از 3.6 به بعده. اینا هر ورژن نسبت به ورژن قبلی یه تفاوت ریزی دارن که 2.7 به 3 و 3.1 اصلا کلن دوتا پایتون رو جدا میشه. الان آخرین ورژن که هست نمیدونم چنده، ولی ما از ورژن 3.6 به بعد کار میکنیم. شما اگه اینجا بنویسیم پایتون، به قول دوستتون وارد پایتون هم میشه. خب به این میگم پایتون شل. به این چی میگم؟ پایتون. مثلا اینجا من بنویسم 4 به علاوه 8 چی شد؟ شد 12. اینجا می‌نویسم اگزییت، میام بیرون. اوکی. پس من اگه پایتون نصبه احتیاج به نصب ندارم. اگه پایتون نصبه احتیاج به نصب چیه؟ ندارم. برای اینکه پایتون نصب بکنم چیکار باید بکنم؟ میرم سایت python.org. پیاماتو میبینم آقا حسین. python.org. اینجا توی دانلود چی نوشته؟ 3.10.6. یعنی الان آخرین ورژن چنده؟ که باگش رو گرفتم. ببینید نرم افزارا نسخه آلفا دارن، نسخه بتا دارن، نسخه ریلیز دارن. من چه بتا؟ من چه آلفا؟ قبل از ریلیز. آلفا چیه؟ بتا چی؟ بتا هم نسخه که تازه میگه باره شده، یعنی ایلی اکسس دسترس چیز شده، انتشار یافته. ما میگیم اصطلاحا نسخه بتا آلفا مثلا میدم برای که اونن ایراداتش چیه دیده بشه. اگه دیده بشه به اون میگم که الان مثلا میگم الان 3.11 اومده. الان این اینجا چی نمیشه؟ نمیشه پایتون نوت در پایتون 3.9 cannot be used on Windows 7 or earlier. اهو رو با چه ویندوزی تو کار کردی تا حالا؟ از 7. شما چی؟ من خیلی کار دارم. من کامپیوتر نمیم. خب ویندوز 98 خوب و ادامه نمیتونه چی بود؟ سوال افتخاری نشم. بیسته چیه دیگه؟ نوده هشت اس ای بود، بعد میلینیوم بود. ویندوزه خوبی که 98 رو شوخو میکنم، یکی ایکس پی بود، بعد یه تفاوت که به وجود اومد 7 بود که ترن اولی یه مقدار بهتر شد، ولی من خودم از سال مثلا 80 و تقریبا 5-6 تا 93 اصلا با ویندوز کار نکردم. لینوکس داشتم. نه لینوکس داشتم، اوبونتو تا دکترام تمام شد. بعد اون لپتاپم کلا بد سکتور شد،
دیگه یه لپتاپ گرفتم اون ویندوز، یعنی مثلا تو 93 هم که کامل کردم ویندوز هم چیز بود، ایکس پی بود، اگه جای مثلا یه ویندوز ایکس پی هم داشتم. خب بعدش دیگه دوباره آلوده هم ویندوز شد، ولی لینوکس خوبه. اوکی لینوکس و اوبونتو خوبه، مثلا کسی اگه حوصله شده شوشه یه اوبونتو نصب بکنه رو سیستمش، اصلا ویندوز اینا هم نداشته باشه. معمولا هم هر که اول لینوکس نصب میکنه هاردشو فرمت میکنه، بلد نیست میزنه هاردشو، یه چیز اپیدمی سر خیلی اومده. سیستم عامله دیگه، این یه سیستم عامله، لینوکس یه سیستم عامله، مکینتاش یه سیستم عامله، مثلا اندروید که الان استفاده میکنیم این هم چیه؟ یه سیستم عامله. مثلا موبایله خود مایکروسافت دیدین ویندوزه، یا مثلا موبایل سونی اکسرینا اونا سیستم عامل نیست، میشه یه برنامه سودمنده. اون جاواها بودن، جاوا دیده بودین، ولی نوکیاس یه سیستم عامل بود، سیمبیان. نوکیا ما چیکار کرد؟ نوکیا رو سیستم عامل که بعدم نه بود سیستم عاملش، خیلی اصرار کرد. ولی یه وقتی یه چیزی اصرار میکنی بازار ممکنه چیه؟ الان مثلا اپل روی شارژر خودش داره اصرار داره میکنه، دیگه نمیدونی که مثلا نوکیا هم شرکت بزرگ، ببین اولین شرکت موبایل چی بودش؟ اولین شرکت که خیلی گردن کلفت بود، نه بابا موتورولا، موتورولا بعد موتورولا نوکیا هم بعد سونی اکسی. مثلا زمان که نوکیا بود کسی مثلا الژی دستش میگفت سامسونگ، همین مسخره میکنم بودم مثلا سامسونگ هم بدن مثلا آب میگه گیری اینجور چیز مثلا موبایل چیه، ولی الان مثلا اینجوری اپل هم همینجوری فرق نمی مثلا هواوی شرکت چینی به هم بازار اینجوری با کسی شوخی و تعارف چیه نداره. موتورولا چیز جالب، من در مورد موتورولا بهتون میگم، این که میگم اول کتاب شبکه تننبام موتورولا هم چیکار که الان مثلا جی پی اس که بالا سرمونه ماهواره‌هاش، این نسیم مثلا چند تا ماهواره است، اینا رو 1978 اول کاربرد نظامی داشت، همه رو فرستادن آسمان بعد باش ردیابی میکنن. موتورولا اومد چیکار کرد؟ موتورولا اومد یه دفعه 30-40 تا ماهواره فرستاد آسمون که همه موبایل ها تو سرتاسر آمریکا با چی باشه؟ با چی باشه؟ با موبایل ماهواره ای باشه. منتها تا این 30-40 تا ماهواره رو بسازه، مثل الان ایلان ماسکی که داره این کار داره انجام میده، ایسکا فضایی داره میسازه، تا بیاد این کار بکنه ایسکاهای زمینی خیلی زیاد شدن، بعد ماهواره هم فرستاد آسمون. منتها زمان ماهواره رو فرستاد آسمون که دیگه همه تو زمین با ایسکاهای زمینی ارتباط بگیرن. مثلا من الان میخوام به شما زنگ بزنم، نمیره ماهواره که به شما زنگ بزنم، چی میشه؟ میاد اینجا اصلا توی سلفونی که وجود داره، اگه توی اون آدرس روتینگ خودش بشه اصلا اونجا با شما ارتباط برقرار میکنه، دیگه مسافت طی نمیکنه. وقتی مسافت طی نمیشه هزینه‌اش چی میشه؟ کمتر میشه دیگه، درسته؟ مجبور شد پروژه اسقاط بکنه. یعنی شما فرض بکنه یک هزینه خیلی زیادی بزنی یه پروژه رو اندازی بکنه، بعد پروژهش که بکنه اسقاط کرده، پروژه فکر کنه به سنه دفاعی آمریکا فروختش موتورولا. یعنی موتورولا اینجوری بود که یه جوری زمین خورد. حالا خود نوکیا مثلا رو سیمبیانش خیلی سیستم عامله دیگه، لینوکس سیستم عامل اوپن سورسه که اول کار کردن باش نسبتا سخت بود، ولی الان رابط گرافیکی که وجوده خیلی متنوع بد نیستش. حالا من هم توصیه میکنم بعد از رعایت نظم و تقوا چیکار کنیم؟ لینوکس نصب کنیم، ولی فرمت نکنیم. ما دیدیم پایتون نصبه، دیدیم پایتون چیه؟ نصب. حالا فرض کن پایتون نصبم، اینو میزنم پایتون چیکار میکنم؟ دانلود میکنم، 20 ثانیه دیگه دانلود میشه.
اینو میزنیم. چون نصبه نوشه upgrade now، ولی اگه نصبه چی مینوش؟ install now. این پایین یه گزینه داره، اونو باید حتما تیک بزنید. دوتاست، یکیش تیک خورده، دومی عنوانشینه، عنوانی که داره که تیک بزنید نوشه که add python to environment variables. این پایینه چی؟ add python to environment. اینو حتما چیکار میکنی؟ تیک میزنید، install رو میزنید و قص علا هازا بقیش چی میشه؟ نصب میشه. حالا من پایتون رو نصب کردم، میخوام با پایتون کار بکنم، برنامه بنویسم، درسته؟ چجوری این کار انجام میدیم؟ برنامه رو تو چی مینویسیم؟ توی نرم افزاره که مینویسیم بهش میگیم IDE. تو نرم افزاره که مینویسیم بهش میگیم چی؟ IDE. به اینجور نرم افزاره که توش برم IDE مخفف چیه؟ Integrated Development Environment، یعنی محیط پیاده‌سازی مجتمع. برای پایتون IDE های متنوعی وجود داره. چیا هستش؟ اولش IDLیه، یعنی پایتون که نصب کنی این هم باش نصب بشه. ما هم برای آموزش از همین استفاده میکنیم. IDE های دیگه هم هست، مثل VS Code. الان اینجا میبینم یا نه؟ بوش پایچام که پولیه، اسپایدر، اتم، تونی، پایدر، اریک. حالا اینکه چه آیدی خوبه، این به سلیقه شما برمیگرده و به پروژهتون. اگه پروژه خیلی پیچیده بخوام بزنیم، مثلا پایچام کار بکنیم، مطابق باید کرک کرک شد انجام بدیم. اسپایدر اتم اینا مجانیه، مثلا سابلاین هم هستش اینجا من نمیدونم. وی اس کد هستش. ما به اینا میگیم چی؟ IDE. ممکنه من با این کار بکنم، شما میگیم من میخوام با VS Code کار بکنم، من میگم با VS Code کار کنم، هرچی دوست داره. من الان سعی میکنیم یکی دو جلسه با VS Code مثلا کار بکنم، ولی خود من برای آموزش با IDE راحت تر میتونم آموزش بدم. ولی اگه بخوام برم پروژه بزنم، مثلا میرم با VS Code کد میزنم. اوکی؟ اوکی. حالا چجوری IDE رو میاریم بالا؟ دکمه ویندوز رو میزنیم، مینویسیم IDE. میبینید یا نه؟ این IDE. خب اینجا فایل رو میزنم، نیو فایل رو میزنم، دیدی؟ حالا ببینید این بالا رو ببینید، موس رو میگیرم اینجوری میارم این وسط صفحه، دیدی؟ اینجا رها کردم، بعد اینم اینجا میزنم، چی شد؟ مثل دفتر شد، درسته؟ یه ورقش این بره، یه ورقش اینجا. اینو میبینید، سه تا بزرگتر میبینید؟ این همون پایتون شلی بود که اونجا با هم دیگه دیدیم. اینجا حالا چی مینویسم؟ مینویسم آقا print بچه، من فونتش رو میزنم بچه تو خونه بهتر ببینم. پرینت چی؟ هلو ورد. اوکی میام ران، نشه ران ماژول چی؟ F5 رو میزنم، اوکی میزنم. خب میگه سیوش کن، اینجا سیوش نمی کنم، اینجا سیو کردن کار خوبی نیست. انگار مثلا بیای تو خونه لباس ها از بیرون که میاد در بیاره همینجوری کجا بندازی؟ اردوان بندازی رو مول، بعد مامان بابا بگه این چه کاریه، درسته؟ بگیم آقا چیکار بکن؟ بی زحمت برو مثلا تو درایو سی یه پوشه باز کن به اسم پی آر جی. میبینید پی آر جی رو؟ دوباره مثلا من اینجا یه پوشه باز میکنم به اسم پایتون. اصلا برنامه همون روز اول دیگه می نویسم پیه. ببینید یه جای مثلا اینجا آدرس میگه، میگه تو درایو سی پوشه پی آر جی پوشه پایتون برنامه شماره یک. اسمش هم یک نذاشتم، با حرف انگلیسی شروع کردم. توی اسمش هم فاصله و کارکتر ویژه هم استفاده نکردم، یا عدد یا انگلیسی. اینجا چی نوشت حالا؟ نوشت هلو ورد.
حالا میخوام یه هاواری هم چاپ بکنم. هاواری چجوری میشه؟ Hello World. هاواری به ترکی چی میشه بچه هم؟ تو ترکی بلده؟ سخنمون بابا ترک بودین نمیدونیستیم، همشهری بودین زودتر میگفتین که همجوری امتیازاتتون داره میره بالا. مشاور امنورد پرسپولیسی نبود؟ پرسپولیسی که دیگه قلب من میگیره. پرسپولیسی هم هستین یا نه؟ استقلالی؟ آبکش؟ آبکش چیه؟ من استقلالی؟ خوشه میگه آبکش؟ شیطان کیسه همون چه جور طرفداری هست اینجا؟ من پرسپولیسی هم بعضی موقع